ما به زودی شاهد محتواهای بسیار زیادی در رابطه با یلدا در سوشال نتورک خواهیم بود. منتها یه مشکل بزرگ وجود داره، اونم اینه که عموم برندها از یک سری کلیشه های تکراری که خیلی خوب هم هستن استفاده میکنن، اما برند خودشون درش دیده نمیشه. همینطور که داریم برق میزنیم سوشال نتورکو، انار و هندونه، آخ تو شب یلدای منی، دوباره اسکرول، انار و هندونه، آخ تو شب یلدای منی الاخر. پس ما یه مسئله ای داریم، مسئله ادمین ها، تولید کنندگان محتوا، صاحبان کسب و کار، اینه که ما چجوری میتونیم از این بند رهایی پیدا کنیم و با توجه به اینی که تقویم خیلی خیلی شلوغی داریم، شمسی، قمری، میلادی، و بایستی هر روز در سوشال نتورک محتوا تولید کنیم، محتوایی درست کنیم که مال خودمون باشه، متمایز باشه، حرف ما رو بزنه، وایرال بشه، دیده بشه. چی کار کنیم؟ اول بیاین دو تا تعریف از سمت من بشنویم که پایه حرفان باشه. همونطوری که خب کانسپت این رویداد خلاقیت هست، تعریف من رو از خلاقیت بشنویم. ما به هر موضوعی اگر متفاوت نگاه کنیم خلاقه. یعنی چی؟ یعنی این فروشگاه پدر یکی از شاگردای منه که پیراهن رو به شکل سنتی عرضه میکنن. منتها پسر ایشون یک تصمیمی گرفت که به شلف، به در واقع پرزنت پیراهن، یک نگاه جدیدی بکنه. دوستان ببینید، اینا اتوخورش خوبه، اینا خیلی خنکه، اینا یقه هاش خراب نمیشه، اینا 100% پنبه است. شاید بعضیاتون تو توییتر و لینکدین این تصویر رو دیده باشید. و جالب اینجاست، من به امیرحسین گفتم امیرحسین دیدی؟ یه تغییر کوچولو، تبلیغ تلویزیونی نکردی، رو بیلبورد نرفتی، ولی وایرال شد. چرا؟ چون نگاه متفاوت به یه چیزی شد. در واقع اگه بخوام تعریفم رو کامل تر کنم، ما اگر به یک جزئی از اون موضوع نگاه متفاوت بکنیم، انگار کار خلاق کردیم. مثالا رو نگاه کنین، همه موبایل ها یک سیستم عامل دارن، اپل یه سیستم عامل دیگه، iOS. این یه جزئش با بقیه متفاوته، حالا جزئی دیگه هم داره ها، ولی حالا من یکیشو میگم. یا اتفاقی که دوباره داریم برمیگردیم به اون موبایل های تاشو، سامسونگ با زد فلیپ داره چیکار میکنه؟ یک جزئی از سامسونگ داره تغییر میکنه. یا ورتو، کاش که داشته باشیمش، موبایلی که لاکچریه، مدلش، جنسش، بدنش، پس یک جزئی انگار داره تغییر میکنه. حالا تدکس برندینگه، تعریف من رو هم از برند بشنویم. برند یعنی درک و حسی از هر موضوع که متفاوت بشه. دو تا چیز مشترک شد، موضوعی که متفاوت شده. مثل چی؟ اولین ماشینی که لوگوشو زد روی کاپوت، این یکی از المان هاست، ولی خب المان مهمیه. یا این یکی 1959 مبدع کمربند ولوو، شاید خیلی همون سوارش نشده باشیم، ولی شنیدیم که میگن ولوو امنه. چرا امنه؟ برای اینکه یک جزئی از اون در کوهسته متفاوت داره ایجاد میکنه. یا این چیه؟ کمک کنید، کجا نوشته؟ این جلو پنجره داره در کوهسته متفاوت ایجاد میکنه. پس دوباره تعریفم رو کامل کنم، دوباره جزئی از هر موضوع که در کوهسته متفاوت ایجاد کنه رو بهش من میگم برند. دوباره مثال های خوشمزه ببینیم. این جزء اسنیکرز بادوم زمینیه، جزء تابلرون مثلثه، یا جزء نوتلا، اصلا اسم شکلات صبحانه از اینجا اومده. پس ما جزئیاتی رو داریم میبینیم که اثر گذارن. حالا برگردیم دوباره به اون سوال اصلی ادمین ها، امیدوارم ادمین های زیادی رو ببینیم امروز. چی کار کنه یه برند که در کوهست متفاوت در موضوعات مفصل تقویم ایجاد کنه؟ یلدا، رمضان، نوروز، همینطور ماشاءالله کار باید بکنن این دوستان. خب با یه مثال میخوام پایه مدلی رو که بهش رسیدم رو عنوان کنم. کریسمس و یکی از کلیشه های انکارناپذیرش، بابا نوئل. بابا نوئل چجوری از آن برند ها شده؟ اینجوری KFC
میاد کلونل ساندرز یا فاندرش یا صاحبش رو میاد بابا نوئل میکنه. پس از این ور صاحب، از این ور بابا نوئل به هم میرسن. یا اینجا کوکاکولا میگه یه چند دقیقه اینجا بمون، رابطه بین کوکاکولا و بابا نوئل. جالبه، اسنیکرز میگه اگه گرسنه باشی ممکنه کارهای اشتباه بکنی. پس رابطه بین گرسنگی و بابا نوئل. دیگه چی؟ اتفاقا جیلت میگه تو کریسمس ریشتونو بزنی. یا این یکی میگه اصلا این یه جای توریستیه، میگه بابا نوئل رو بیاین اینجا پیداش کنین. پر رابطه یه جای توریستی و بابا نوئل. میبینین تو همه اینا شما اون المان برند رو میبینین. یا اینجا اپل چی میگه؟ اپل میگه بابا نوئل راه رو با من پیدا کن. اپل رو میبینید. مکدونالد بستنیش بابا نوئل ملاقات میکنه. یا این مایونز، مایونز هلمانز خودش میشه بابا نوئل. یا این یکی یه ایرلاینه میگه ما کیا رو جابجا میکنیم؟ اونایی که کثیرالسفرن. بابا نوئله که زیاد سفر میکنه. پس ما هواپیما رو میبینیم، دائما آخ تو شب یلدای منی نمیبینیم. یا آهنگ معروف کریسمس. این یه انجیوه، انجیوه میگه که اینو باور داری ولی تغییرات اقلیمی رو باور نداری. باز هم تغییرات اقلیمی بابا نوئل رو ملاقات میکنه. خب از کریسمس فاصله بگیریم. چند تا مثال دیگه، فوتبالی، هالووین، ولنتاین، یه دونم کریسمس و رمضان. حالا بنز ببینید چجوری محتوا میسازه. بنز the best or nothing، شعارشون بالا نوشته شده. این best اگر بشه اسپانسر تیم ملی فوتبال آلمان، از بستای آلمان میگه best never rest. پس شما میبینید اونجا فقط فوتبال نیست که ما میبینیم، ما مرسدس بنز رو هم ملاقات میکنیم. این یه کانتنت جدید از یک برنده. چه ماشینیه دوستان؟ فراری؟ رفیقش لامبورگینی. بله. از کجا فهمیدید؟ از قیافه بدنه. اینم که اون پرده شبهگونه هالووینه. بالا بره چی میبینیم؟ قرار نیست چیزی ببینیم. ولی قبلش ما بابا نوئل، میگم بابا نوئل، لامبورگینی رو دیدیم. خب بریم ببینیم ولنتاین و هیلتی. هیلتی این دستگاه های عجیب و غریب. هیلتی میتونه بشکونه. از اون ور المان قلب رو داریم، این دوتا هم دیگر رو ملاقات میکنن. چه اتفاقی میفته؟ قلب من رو نشکون، چون این میتونه بشکونه. رابطه دوراسل و کریسمس. دماغ گوستها نورانیه، راه رو برای بابا نوئل باز میکنه. پس باید حتما باتری دوراسل داشته باشه. شما اثری از آثار برند رو در محتوای تقویمی میبینید. و آخریش رمضان و بوش. بوش میاد اون در واقع پیچ دستگاهش رو درگیره، یا ولوم در دستگاهش رو درگیره المان ماه، از هیچ به هیچ میکنه. خب تا اینجا ما متوجه شدیم که دو تا جزء از دو موضوع به ظاهر بی ربط همدیگر رو ملاقات کرده. خب شهرام تو راجع به خارجی ها گفتی، تو ایرانی هم صدق میکنه؟ بله. این دفعه من تمرین رو حل میکنم. رابطه تدکس امید و یلدا رو ببینین دوستان. راه میگم بیاین اول جزئیات موضوع اول یعنی برندتون که سوال براش دارید رو پیدا کنیم. من اومدم 9 تاشو پیدا کردم. حالا امیدوارم که خوب انتخاب کرده باشم. تد، دایره قرمز، مهمانها در فضای تاریک، حالا فیلمایی که من دیده بودم تاریک تر بود، سخنرانها، کلمه امید یا کانسپت، 18 دقیقه ارائه، 8 لوزی تو لوگوتون هست و اکس. چیزای دیگه هم هست، شهرام بلد نبودیش، اب نداره. اینجا رو برندهایی که به قول فرزا جان استراتژی دارن، هویت رو پیدا کردن، خرج کارشون میکنن. از این ور من چی رو پیدا میکنم؟ انار، هندونه، حافظ خونی، میهمانی خانوادگی، داستان و خاطره، یه دقیقه بیشتر، آجیل، نقطه عطف دو فصل، بلندترین شب و بزرگترها. خوبه، بدی نیست. به نظر میاد اینا رو ما میتونیم بشنویم و بگیم راجع به یلدا داری صحبت میکنیم. حالا ما با اینا چیکار باید بکنیم؟ ما با اینا باید این کارو بکنیم. اینجا اونجاییه که خیلی فکر کردم. راستش من بک‌گراندم استراتژیه. همش فکر میکنم راه رسیدن به ایده ها چیه؟ چه جوری محتواها به دست میاد؟ به یه مدل رسیدم.
بیایم المان‌های اونو با المان‌های این توی یه ماتریس درگیر کنیم. یعنی چی؟ یعنی 10 تا موضوع دوم 9 تا موضوع اول رو بنویسیم و سعی کنیم با یه راه این دوتا رو بخورونیم به هم دیگه. میشه؟ میشه؟ من کردم. ببخشید بد خطم هست. بله. رابطه انار و اکس چیه؟ اخیراً یه محتوایی تو اینستاگرام دیدم جالب بود. میگفت با 4 تا زبدر انار رو باز کن. دوستایی که مشکل تولید محتوا دارین اینجوری. یا رابطه حافظ خونی و ارائه چیه؟ حافظ بیاد ارائه کنه. یه ارائه هم از حافظ ببینیم. نه؟ یا مثلا رابطه آجیل و میهمان‌ها در فضای تاریک. من دارم حرف میزنم، حالا به جای صدای موبایل صدای چریک 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 شکسته شدن آجیل بشنویم. خلاق عجیبه، محتوا دیده میشه. رابطه یه دقیقه بیشتر و 18 دقیقه، بیایم 19 دقیقه ایش بکنیم، بگیم اعلام میکنیم از امروز قاعده ما شد 19 دقیقه. رابطه بزرگترها و تد، مسنترین سخنرانهای تد رو معرفی کنیم. این ادامه داره و میخوام به شما اینو معرفی بکنم. من اینو در کلاس ها، در دوره ها خیلی تجربهش کردم. اسمش هم گذاشتم ماتریس 90 تایی، 9 در 10. یعنی چی؟ یعنی ما از طریق اون ماتریس بتونیم به 90 ایده محتوایی برسیم. دیدین دیگه، 9 تا 10 تا. حالا یکی پرسید اگه بشه 10 در 9 چی؟ یعنی اونور 10 تا بذاریم اینور 9 تا چی میشه؟ یکی ممکنه بگه اگه 10 در 10 بشه چی میشه؟ بشه. خلاقیت دیگه، شما متفاوتش بکن. اما چرا 90 تا؟ این مهمه. سال هاست، 24 ساله دارم این کار رو انجام میدم، بالای 12-13 سالم هست دارم تدریس میکنم و تحقیق. دوستان بالای 45 دقیقه اگه دیده پردازی اتفاق بیفته دیگه حرف تکراری زده میشه، برون ریزی اتفاق نمیفته، آدم ها به تکرار میفتن، خسته میشن، میگن کی تمام میشه. خب یه چیز دیگه هم پیدا کردم، تو هر 30 ثانیه یکی میتونه شروع کنه، یکی میتونه حرفو بس بده، یکی میتونه حرفو جمع بکنه. یعنی ما میتونیم به یه ایده برسیم. 30 ثانیه خیلی زمان زیادیه. بالای 4 جلسه ایده یابی تو کلاس ها به این رسیدیم. بالای 400 جلسه. یعنی چی شد؟ یعنی 45 دقیقه 2 تا ایده. میشه 90 تا ایده. خیلی خوبه. ادمینا جیباتونو پر کنید. به ایده ها وابسته نشید. کارفرماست میگه من اینو دوست ندارم، اون یکی رو میخوام. با آجیل چرا؟ هندونه. چرا این بسته بندی؟ لوگوم. چرا رنگم نه؟ شعارم. خیلی حرف زده میشه، حقم داره، ممکنه دلش بخواد این اتفاق بیفته. اینا اتفاقایی که تو کلاس میفته، تو جلسات میفته، خیلی افتضاحه به لحاظ خط. قول میدم یه دونش هم نتونید بخونید. ولی این لایو، این اتفاقی که لایو داره میفته، من فقط یکیشو واسهتون میگم. ما می‌خواستیم کیتکت رو با کریسمس درگیر کنیم. المان‌ها رو رسیدیم. یکی از المان‌های کیتکت راه راه بودنش. 4 تا راه راه به هم چسبیده است. از اون ور یکی از المان‌های کریسمس سبزه. رسیدیم به اینی که یک سبز راه راه درست بکنیم. میشه یک محتوا. قول نمیدم دوستان این 90 تا درجه 1 باشه یا به قول خودمون واو بشه همش. ولی توش قول میدم محتوای به درد بخور پیدا کنیم. این یکی دیگه است. این اسنیکرزه و عرض کنم کریسمس. چی رو براتون خط کشتم؟ بادوم زمینی و جوراب. جورابو میدونیم دیگه، از اون ور داریم. بادوم زمینی هم از این ور. یکی گفت جورابا رو پر بادوم زمینی کنیم. اینا حرفای من نیستا. اینا حرفای بچه هاست. من فقط میرزا نویسشون بودم. و میخوام بهتون بگم اگه مدل داشته باشیم، هی تو جلسات ایدیابی اینجوری نشیم. میگیم چیکار دارید میکنید؟ دارم ایده پردازی میکنم. ایده پردازی روش داره، مدل داره. اینم کار بچه هاست. ببینید چقدر خوش خطم، چقدر درسته. و جالب اینجاست، بعدن میگن تو بیزنس های کوچیک خیلی کار کرد. ما پول بیلبورد نداریم، ما پول تلویزیون نداریم، ما نمیتونیم خرج زیاد کنیم، ولی کانتنت میخوایم. پیراهن رو یادتون باشه. اینا همه جوره بچه ها کار کردن. حالا یه سه بامزه بگم، کلاس خلاقیت دیگه. یو یکی بچه ها گفتش که شهرام من اینو قبول ندارم. اگه راست میگی با یک موضوع مثلا این اسنیکرز رو موضوع نوروز بکن. بودم باش
وسط کلاس، همه قوانین رو ریخت به هم. گفت اشکال نداره. از این ور ما اسنیکرز رو داشته باشیم، خود اسنیکرز رو، از اون ور ماهی، به ماهی که دم بزنه تو تانک و اسنیکرز باشه. حالا فکر کنید این اجرا بشه، عکس بشه، فیلم بشه، موشن بشه، توصیف بشه. دیگه من راجع به فرمش نمیگم، ماشاءالله همه میدونین دیگه، مدل‌های مختلفش رو داریم میبینیم. این راه رسیدن به ایده است. جالبه این دختر منیره یه خطاط اومد سر کلاس، گفت برای من چی داری؟ من خطاطم، تو یلدا چیکار کنم؟ گفتیم خب المانا رو بریز وسط. رسیدیم به خیلی چیزا، یکیش نی بود، همونی که باش می‌نویسن، از اونور انار. یوی که بچه‌ها گفتش که خب بیا با آب انار بنویس. خیلی سرچ کردیم دوستان، پیدا نکردیم نمونه اینجوری. این دوست قراره نمایشگاه بذاره، امیدوارم پای این ایده وایسه. یا ایده‌های دیگه‌ای که بهش رسیدیم، میخوام بهتون بگم با این کار ما میتونیم خیلی محتوا بسازیم. در واقع حالا میخوام اصلاح کنم اون حرف اول خلاقیت رو. خیلی شنیدید که گفتن دو موضوع بی ربط از هم دیگر رو ملاقات کنن میشود چی؟ شما بگین خلاقیت. منتها کسی نگفت چجوری اینا هم دیگر رو ملاقات کنن. ملاقات کردن دو المان بسیار دور از هم دیگه چجوریه؟ رندهای خلاق یادتون نره، موضوع دوم مال خود میکنن. آخ شب یلدای منی و یکی بالاخره عوضش کنه، به نفع برند خودش عوضش کنه. باز مثال بزنم، سیب زمینی مکدونالد. حالا چجوری سیب زمینی مکدونالد به دست اومده اون دیگه بحث استراتژیکه. تصمیم گرفته این میاد تو زمستون، میاد توی رمضان، میاد تو هالووین، میاد توی کریسمس، میاد توی بک تو اسکول. و تکرار و تکرار و تکرار، مثالی که فرزاد زدن، تو تبلیغ تو تبلیغ تو تبلیغ، تکرار تکرار. حالا یکی ممکنه بپرسه شهرام تکنیک چیه؟ تکنیک رابطه مندی اینا چیه؟ قبل من خیلی ها به این فکر کردم و تکنیک هایی هم پیدا کردم. ما ایرونی ها تو کلام خیلی خوبیم، کلام خلاق، دیدین؟ اغراق میکنیم، تشبیه میکنیم، تکرار میکنیم، حذف میکنیم. اینا تکنیک هاست. این نه الا آخر، الا ماشاءالله ما تکنیک داریم. بر وارونه حرف میزنیم و میخندیم. تو تصویر خوب نیستیم، ما تو متن بسیار طنازیم، بسیار طناز. ولی خب رابطهش اینجوری برقرار میشه. اگه میخواین ببینین که چجوری تو اون ماتریس این دوتا هم دیگر رو ملاقات کنن، بایستی تکنیک بلد شد. حالا خراسانیم دیگه، من گفتم یه کاری هم برای اینجا انجام بشه. رابطه زعفران و یلدا چیه شهرام؟ بیا این رو راجبه شرف بزن. اونا رو که داشتیم، اینور من یه تحقیق کردم، گل زعفران سه کلاله داره، سه تا رشته داره، کشاورز داره، خود خراسان، بو، ساییدن، سوغات، پخت و پز و رنگ زعفرانی. بازم تمرین حل کردم. رابطه انار و گل، گل انار دیدین خیلی خوشگله، یکی کانتنت درست کنه واسش. حافظ خانی و ساییدن، این زعفران رو داریم میساییم و داریم زمزمه میکنیم. فکر کنید اصلا آدم رو هم نمیبینیم که مشکل فرهنگی یا مثلا ارشاد پیدا کنه، فقط صداشو بشنویم چقدر قشنگه. یه دقیقه بیشتر و سه کلاله. یادم نمیاد از کسی شنیدم یا تو اینترنت پیدا کنم که در موارد نادر گل زعفران چهار کلاله ای میشه. کی اینو نشون داده؟ کدوم صاحب برندی اینو نشون داده؟ نشون بدیم، محتوا خاصه. بعد میچرخه دیدی 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 الاخر. خیلیه، خیلی مثاله. شهرام تو هم روی این 45 دقیقه کار کردی؟ آره، ولی یه نکته ای داره، اینو تنهایی فکر کردم. اگه تیمی فکر کنیم هم سرعت عملمون بالاتر میره، چون یه کار تیم ورکه، هم تعداد ایده بهتری به دست میادی. تای ماجرا دوستان، ما با کلیات به هیچ جا نمیرسیم. خلاقیت تو جزئیات. خسته نباشید.